به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید واکنش های داخلی و خارجی در پیوند جان باختن مولوی نیازی جان باختن محمد ایاز نیازی امام مسجد و وزیر محمد اکبر خان در انفجار در این مسجد واکنش های داخلی و خارجی را برانگیخته است به گزارش اسپوتنیک به نقل از سلام وطندار محمد اشرف رئیس جمهور کشور با نیکویش انفجار در مسجد وزیر محمد اکبر خان در شهر کابل آن را عملی توریستی می خواند. آقای غنی می گوید که حمله بر مسجدها، تکیه خانه ها، شفاخانه ها، غیر نظامیان و تاسیسات آمد جنایت زده بشری است. همچنان رئیس جمهور غنی با صدور فرمان حیاتی را بریاست عبدالحکیم منیب، سرپرست وزارت ارشاد حج و اوقاف برای بررسی چگونگی رویداد گماشته است نمایندگان با صلاحیت شورای سرتاسری علما دادستانی کل شورای امنیت ملی وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی از اعضای این عیت هستند عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مسالحه ملی نیز حمله بر مسجد وزیر محمد اکبر خان را ظالمانه و تروریستی میخواند او گفته است که این حمله دشمنی آشکار با دین مقدس اسلام جامعه مذهبی و روحانی و تمام مردم افغانستان است و در هیچ کش و آین جواز ندارد آقای عبدالله از نهادهای مسئول خواسته است که درباره چگونگی رویداد تحقیق و نتایج آن را با مردم افغانستان شریک سازند امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری گروه طالبان را مسئول بمگذاری در مسجد وزیر محمد اکبر خان میداند. آقای صالح در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته است که طالبان نمی توانند با نوشتن دو جمله خود را از این جنایت و ترور براید دهند. گروه طالبان اما بارد دست داشتن در این انفجار آن را نکوهش کردند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو نیز این رویداد را محکوم کرده است این سازمان با نشر خبرنامه عمله بر نمازگزاران و اجتماعات عمومی را غیر قابل پذیرش خوانده است. در خبرنامه ناتو همچنان آمده است که افغانان سزاوار زندگی تا با صلح و امنیتند و این سازمان در کنار مردم افغانستان تا برقراری صلح و مبارزه با تروریسم میمانند. استیفنی پونتیکورو نماینده این غیر نظامی ناتو در افغانستان نیز انفجار در مسجد وزیر محمد اکبر خان را نکویش کرده است. برخی سیاستگران و مقامهای دولتی نیز در صفحه های فیسبوک و تیویترشان بمگذاری در مسجد وزیر محمد اکبر خان را محکوم کردند. و جان آقای نیازی را زایه جبران نپذیر خاندن. محمد ایاز نیازی امام مسجد وزیر محمد اکبر خان و یک نمازگزار دیگر شام گذشته سه شنبه 13 جوزا در نتیجه انفجار ماین جاسازی شده در این مسجد جان باختند. وزارت داخله اعلام کرده که در این رویداد دو نمازگزار دیگر زخمی شدند. و همچنان سناریوهای پس از خروج امریکا دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ای امریکا یک بار دیگر به خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان تاکید کرد. ایالات متحده ای امریکا از شروع مذاکره با طالبان در پی این بوده است که رهایی برای خروج نیروهایش از افغانستان پیدا کند و رقم زدن آینده و سرنوشت افغانستان را به دست خود مردم افغانستان واگذار کند. و ای که منافع و سلطه در افغانستان صدمه نبیند ایالات متحده ای آمریکا در حال از افغانستان خارج می شود که به هیچ یک از اهداف تعیین شده سالهای نخستین لشکرکشی از به افغانستان نرسیده است ایالات متحده به منظور برقراری یک نظام متحد با خودش در قلب آسیای جنوبی و آسیای میانه به وجود آوردن یک دموکراسی نمادین و ریشکن کردن بنیادگرایی اسلامی وارد افغانستان شده بود اما پس از 19 سال درگیری و جنگ های خونین با طالبان هیچ یک از این اهداف او برآورده نشده است این کشور همانند اتحاد جماهیر شوروی حالا موفقیت را در بیرون کشیدن پای خود از این ورطه و بادلاغ می داند. سیاسیون و آگاهان این عقبگرد امریکا و خالی کردن پشت دولت کابل را که با آن پیمان امنیتی امضا کرده است و متحد به نهادی کردن دموکراسی بود شبه با رفتار دولت وقت شوروی با حکومت دکتر نجیب الله می داند. سی و اک سال قبل عقب نشینی شوروی از افغانستان شبه به این روزهای افغانستان بود که فروپاشی نظام مورد حمایت مسکو و در نهایت سقوط افغانستان با کام جنگ های خونین و ویرانگر داخلی و بعد از آن افتادن در دام بنیادگرایی اسلامی به رهبری وحشیترین نیروهای زمانه طالبان بود. این روزها سوال کسانی که رویدادهای کشور را پیگیری می این است که آیا سناریوی سی سال قبل در افغانستان تکرار می شود؟ آیا تاریخ بگونه با تراژیک بار دیگر تکرار می شود؟ قبل از خروج نیروهای شوروی از افغانستان دو دیدگاه در مورد افغانستان پس از خروج شوروی وجود داشت ادعای معتقد بودند که جمهوری دموکراتیک خلق پس از خروج شوروی از هم می پاشد. و مجاهدین قدرت را به زور تفنگ به دست میگیرند عده دیگر معتقد بودند که به رغم تشدید های تخریبی مجاهدین و ناپایبندی به موافقتنامه جینو و فعالیت‌های های پاکستان امریکا و متحدانش جمهوری دموکراتیک خلق قادر است از تمامیت ارضی افغانستان مستقلانه دفاع کند جمهوری دموکراتیک خلق در آن زمان برای سختترین حالات آمادگی گرفته بود دولت وقت کابل مجهز بود جمهوری دموکراتیک خلق در آن زمان 570 بال زره پشت را صاحب بودند قوای مسلح جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان با 50,000 وسایل نقلیه مجهز بود اردوی کشور صاحب یک هزار توبخانه و چندین دستگاه پرتاب راکت های اسکارت بود. همانطور توقعه هوایی با رادارهای پیشرفته و راکت های رهبری شده زمین به هوا و توبچی های دفاع هوا مجهز بودند. این همه تجهیزات نشان می دهد که در آستانه خروج نیروهای شوروی نیروهای مسلح افغانستان تقریبا تمام خروج تنها تیاره های نظامی شوروی روزانه 25 تا 30 پرواز برای آوردن مهمات و سلاح های مختلف از طریق هوا از اتحادیه جماهیر شوروی به افغانستان انجام می‌دادند. تا جایی که در شش ماه اول خروج شوروی تیاره های ترانسپورتی آن کشور 4300 پرواز انجام داده بودند. در این پروازها سلا و مهمات نظامی به خواه مسلح افغانستان آورده می شد. اما با این همه تجهیزات و امکانات جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان نتوانست دوام بیارد و برای همین قدرت را برای مجاهدین تسلیم کرد. سقوط دولت دست نشانده شوروی تک عاملی نبود دو همسایه بزرگ و سرگزار افغانستان در سیاست های منطقه یعنی ایران و پاکستان در آن زمان از این نیروهای مخالف مسلح دولت نجیب حمایت می کردند ایالات متحده ای امریکا و قطب مخالف شوروی با نظام کمیونیستی کابل مخالف بودند و برای مجاهدین کمک مالی می کردند عربستان سعودی و کشورهای خلیج نیز از جهادی ها مخالف داکتر نجیب الله حمایت می مهمتر از اینها دولت حامی کابل یعنی اتحاد جماهیر شوروی تمام نیروهای مسلحش را از افغانستان خارج کرد و کمکهایش را کاهش داد و سرانجام به سفر رساند و اتحاد میان ایالتهای کمیونیست جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان از میان رفته بود عوامل مهم دیگر حمایت گسترده مردم روستا از مجاهدین و بدبینی نسبت به دولت کمونیستی وقت بود دکتر نجیب در یک سخنرانی هایش اعتراف می کند که قبل از خروج نیروهای شوروی هم در دیب بیشتر مردم افغانستان با مجاهدین بود اکنون او هم اوزا در داخل کشور شبه به آن است اما آیا طالبان با قهر و غضب می توانند ارتش افغانستان را شکست بدهند و قدرت را در کابل قبضه کنند در این شک نیست که طالبان به دست آوردهای مهم دست یافتند از یک نگاه می توان گفت اوضا به نفع طالبان است اما نه به اندازه ای که پیروزی طالبان را در میدان نبرد حتمی بسازد هدف اصلی و بنیادی طالبان خروج نیروهای امریکایی تغییر در سیاستهای منطقه به نفع خودشان فرسایش و پاشاندن نیروهای مسلح افغانستان و کاهش در کمک های برای دولت افغانستان است. دوستان عزیز از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودید جهان سپاس. ویدیوهای ما را کامنت لایک و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی بعد الله نگهدار.